سلام به کانال همگام با ورزش خوش آمدید. پی‌اس‌جی برای بازی بعدی خود هیچ یک از دروازه‌بان‌های اصلی خود را در اختیار ندارد. مسی ارتباط خود با جرارد پیکی را کاملا قطع کرده و سفر اخیر او به بارسا به علاوه چند پیام و واتساپی لو رفتنی ثابت کرد که اختلاف این دو دوست قدیمی کاملا جدی است. باشگاه یوونتوس تنها باشگاه ایتالیایی حاضر در بین 10 تیم برتر از نظر فروش پیراهن در اروپا به حساب می‌آید. محمد صلاح ستاره تیم ملی مصر کسب عنوان قهرمانی در جام ملت‌های آفریقا را هدف اصلی این تیم توصیف کرد. تابستان گذشته پی‌اس‌جی دوناروما گلر تیم ملی ایتالیا را به عنوان بازیکن آزاد جذب کرد. دوناروما حاضر به تمدید قرارداد با میلان نشد و پس از درخشش در یورو 2020 به باشگاه پاریس پیوست. در پی‌اس‌جی کیلور نواس حضور داشت که برای دو فصل گلر ثابت بود. در شروع فصل نواس به حضور در ترکیب ثابت ادامه داد و برای بسیاری جای تعجب داشت که چرا بهترین گلر سال 2021 دنیا جایی در ترکیب پی‌اس‌جی ندارد. اتفاقی که باعث شد دوناروما در یک مصاحبه از نارضایتی خود خبر بدهد. یک مصونیت از نواس باعث شد تا دوناروما به ترکیب ثابت راه یابد و سپس توانست جایگاه خود را مستحکم کند که طبعاً این قضیه نیز باعث ناراحتی نواس شد. در حالی که تا ماه گذشته بحث برای دروازه‌بان اول بودن پی‌اس‌جی داغ بود، این تیم برای بازی بعدی خود برابر نیست با معضل دروازه‌بان روبرو است. پی‌اس‌جی 4 روز دیگر در جام اتحادیه باید به مساوی نیز برود، در حالی که دوناروما و الکس لیتلی گلر سوم تیم مصدومند و نواس نیز در روی تیم ملی کاستاریکا برای مقدماتی جام جهانی 2022 حضور دارد. نواس حداقل تا یک هفته دیگر در دسترس نیست و مایرس و پوشتینو سرمربی تیم تنها میتواند امیدوار باشد که از بین دوناروما یا لیتلی حداقل یکی به شرایط بازی برسد. در غیر این صورت دنیس فرانچه 19 ساله یا لوکسا لاولی دو گلر تیم جوان باشگاه باید برابر نیز در درون دروازه قرار بگیرد. تنها چند روز بیشتر تا دیدار رفت برابر ریال مادرید در مرحله 1/8 نهایی لیگ قهرمانان باقی نمانده، سرخ راموز مدافع میانی در حال بازگشت به روزهای اوج خود است. او در دیدار برابر رنز در ترکیب پی‌اس‌جی قرار داشت و موفق شد اولین گلش را برای این تیم به ثمر برساند تا پس از 10 ماه بار دیگر پایش به گلزنی باز شده باشد. این بازیکن آخرین بار در مارچ 2021 برابر آتالانتا موفق به گلزنی شده بود. راموس نشان داده که در حال بازگشت به فرم ایدئال است، اما حالا نوبت به پوشتینو است که تصمیم بگیرد آیا این پیشرفت به حد بوده که بتواند برابر ریال مادرید به میدان برود یا خیر، چرا که مارکینیوش کیمبپه برای قرار گرفتن در ترکیب ثابت به کاپیتان سابق ریال مادرید اولویت دارد. حضور مارکینیوش در اردوی تیم ملی برازیل باعث شده که راموس فرصت بازی برابر نیست در تاریخ 31 جنوری در جام حذفی فرانسه را داشته باشد. این تیم فرانسوی همچنین دو بازی دیگر قبل از ریال دارد که 6 فوریه مقابل لیل مدافع عنوان قهرمانی و یک هفته بعد برابر رن است و پس از آن در تاریخ 15 فوریه قرار است در پارک دو پرنس میزبان ریال مادرید باشد. زوج خط میانی پوچنو در طول این فصل با حضور مارکینیوش و کیمبپه شکل گرفته که هر دو هفته بازی در لیگ فرانسه انجام دادند. مسی تابستان گذشته از بارسا جدا شد و با خدافیزی خود از این باشگاه راهی پاریس سن ژرمن شد و به این ترتیب دوران او در جمع آبیناری پوشان خاتمه یافت. اکنون دوره جدید برای او در پاریس شروع شده است. در حالی که در ابتدا به نظر می رسید که جدایی مسی از بارسا تا جای ممکن به آرامی صورت گرفته و بی‌آشیا بوده، اما گزارش‌های منتشر شده که نشان می‌دهد مسی با برخی از بازیکنان بارسا که هنوز هم در اختن بارسا حضور دارند میانی خوب ندارد. مسی، جاوی، جوردی آلبا و سرخو بوسکس به اتفاق در رستوران در بارسا شام را صرف کردند و غایب بزرگ این جمع کسی نبود جز جرارد پیکه. در واقع بوسکس و آلبا دو کاپیتان بارسا به این ضیافت دعوت شده بودند، ولی غیبت پیکه ثابت کرد که اختلافات بین مسی و جرارد پیکه کاملا جدی است. لوئیس کانوت خبرنگار کاتالان در برنامه اونزی از اسپورت 3 فاصله و اختلاف بین مسی و پیکه را تایید کرد. فاوختوتور آرژانتینی معتقد است تمدید قرارداد در هنگام پیکه امتانه بوده است. در واقع تعلل پیکه در کاهش دستمزد و تمدید قرارداد با بارسا باعث شد تا باشگاه بودجه کافی برای تمدید قرارداد مسی نداشته باشد و این بازیکن مجبور به ترک باشگاه و پیوستن به پی‌اس‌جی شد. کم پس از انتقال مسی اما پیکه قراردادش را با کسر دستمزد تمدید کرد. مسی از این حرکت پیکه به شدت ناامید شده و حس خیانت دارد. طبق ادعای کانوت مسی این مسئله را در پیام واتساپی به یکی از مدیران سابق باشگاه اطلاع داده و گفته است که پیکه او را تنها گذاشت. لیو در مکالمه واتساپی با چند نفر به این قضیه اشاره کرده و خودم شخصا یکی از آنها را که برای مدیر اسبق بارسا فرستاده بود را دیدم. مسی چند قبل در مصاحبه مفصل خود با نشریه اسپورت تاکید کرد که همچنان با برخی بازیکنان قدیمی بارسا از جمله جوردی آلبا، سرخو بوسکتس و سرجیو روبرتو ارتباط دارد، اما مسی نام از جرارد پیکه نبرد تا اخبار در مورد اختلاف این دو بازیکن بیشتر شود. جالب اینجاست جرارد پیکه پس از مراسم توپ‌طلایی فرانس فوتبال بلافاصله به الکسا پوتیاس برنده بهترین بازیکن زنان فوتبال جهان عضو باشگاه بارسا تبریک گفت و تصویر از او را استوری کرد، اما پیکه نسبت به اهدای توپ‌طلایی مردان به مسی واکنش نشان نداد تا این گونه اختلافات خود با او را علنی کند. این اتفاق در حال رخ داد که بسیاری از همبازیان فعلی و سابق مسی به این بازیکن بابت دریافت هفتمین توپ‌طلای دوران ورزشیش تبریک گفته بودند. یکی از راه‌های کسب درآمد برای باشگاه‌های اروپایی فروش پیراهن این باشگاه‌ها است که جایگاه خاصی نیز در بین هواداران دارد. اهمیت این موضوع برای باشگاه‌ها پس از ممانعت از حضور هواداران در ورزشگاه‌ها یا محدودیت در حضور آنها بیشتر شد.
بررسی میزان فروش این پیراهن از سوی منابع بسیاری انجام می شود، اما معتبرترین آنها ایرومیکا اسپورت مارکتینگ است که سوی فیفا نیز برای این کار مجوز دارد. بر اساس اعلام این منبع معتبر، بایرن مونیخ سال گذشته 3.2 میلیون پیراهن در قاره اروپا به فروش رساند که بیشتر از هر باشگاه دیگری بود. رئال مادرید با فروش 3 میلیون پیراهن در رده دوم قرار دارد و لیورپول با 2.4 میلیون پیراهن و منچستر یونایتد با 1.95 میلیون پیراهن در جایگاه سوم و چهارم ایستادند. در واقع یوونتوس تنها باشگاه ایتالیایی است که بین 10 باشگاه برتر از نظر فروش پیراهن در قاره اروپا قرار دارد و موفق شد با فروش 1.42 میلیون پیراهن در رده پنجم بیستد. این در حال است که بارسا تنها موفق به فروش 1.34 میلیون پیراهن شده و در رده ششم قرار گرفته است. چلسی نیز به عنوان قهرمان اروپا با 1.31 و بورسیا دورتموند با 1.18 در رده هفتم و هشتم جای گرفتند. پیوستن میسی باعث شد که آمار فروش پیراهن پاریس سن ژرمن به شکل قابل توجه افزایش پیدا کند، اما همچنان برای این که آنها به رده های ابتدایی برسند کافی نبوده و این تیم را با 1.18 میلیون در رده نهم قرار داده است. پس از آنها نیز منچستر سیتی استادند که با 1.8 میلیون پیراهن که در یک سال اخیر فروخته در جایگاه دهم استاده است. تیم ملی مصر دیشب در دیدار دشوار و در نهایت در ضربات پنالتی موفق به غلبه بر سایل آد شده و به جمع 8 تیم برتر تورنمنت جام ملت‌های آفریقا راه پیدا کرد. تیم ملی مصر در این مرحله به مسافه برنده مسابقه بورکینافاسو و تونس خواهد رفت. محمد صلاح که پنالتی آخر و برتری بخش تیم ملی مصر را به ثمر رساند تاکید کرد بازیکنان این تیم با تمام توان برای کسب عنوان نخست در این تورنمنت مبارزه خواهد کرد. محمد صلاح گفت: البته که تلاش میکنیم با لباس تیم ملی مصر موفق به کسب عنوان قهرمانی در جام ملت‌های آفریقا شویم. مصر کشور من است و من بیشتر از هر چیز به وطن خود علاقه دارم. کسب این جام برای من واقعا متفاوت خواهد بود و بیشتر مسئله برای من احساسی است. ما در سال 2017 نیز فاصله تا فتح جام ملت‌های آفریقا نداشته و با تمام توان خود در آن تورنمنت حضور پیدا کردیم، اما در نهایت خوش شانس نبوده و نتوانستیم عنوان قهرمانی را از آن خود کنیم. اما حالا دیگر آن مسابقات تمام شده و ما برای حضور در تورنمنت جدید اینجا هستیم. باید برای کسب عنوان قهرمانی مبارزه کرده و از تمام توان خود برای رسیدن به این هدف استفاده کنیم. من اطمینان دارم دیگر بازیکنان تیم ملی مصر نیز همین حس را دارند. پس امیدوارم تمام تمرکز بازیکنان معطوف به دیدار ما در مرحله نیمه نهایی باشد و بتوانیم به مسابقه پایانی صعود کنیم. سپاسگزارم از همراهیتان. در پناه خداوند بزرگ باشید.